سلام عرض میکنم خدمت شما دانشوان عزیز رشته اتاق عمل و همی عزیزانی که ویدوهای بنده رو دنبال میکنید ویدئویی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم و حالا اطلاعاتی بهتون بدیم ویدئوی جراحی نیست ولی یک ویدئوی آناتومیه که کار گوارش و جراحی های عمومی ما خیلی بهش مرتبطه بر حسب اینکه ما همیشه آناتومی های مهمی که به نظر میرسه که بچه ها ممکنه با آشون مشکل داشته باشن رو حالا یه خورده بیشتر توضیح میدیم اینجا یه دونه ویدیو اختصاصی من دیده بودم توی وبسایت های مختلف و دوست داشتم که اون رو به فارسی دوبله کنم و شما همون رو ببینید ویدئوی خیلی خوبیه و یک دانشجوی پزشکی گویا این رو تهیه کردم خب ویدئومون در مورد خونرسانی شکم هست یا آورت شکمی خب آورت شکمی از کجا شروع میشه؟ آورت شکمی رو از دیافراگم یعنی لندمار که ما دیافراگمه که میشه تی دوازده تا ال چهار بعد میاد پایین میشه کامن ایلیا که رایت یا راست و چپ که پایینش هم یک شریان دیگری ما داریم که الان زیاد باش کاری نداریم ما بیشتر تا از تی دوازده تا ال چهار کار داریم ببینید ما اگر بخوایم شریان ها رو به دو تا قسمت تقسیم کنیم شریانه که از این آورت نشأت میگیره یکی شریانهای ویسرال یا عمقی احشایی هستند، یکی هم پرایتال یا پریتال ما میگیم توی فارسی که هر چی که ویسرال رو خون نده میشه پریتال یا دیواری یا سطحی اینا همه معنی میده پس به دو تا قسمت تقسیمشون میکنیم حالا خود هم که توی عمق دارن خوندهی میکنن رو میتونیم بیایم به دو تا قسمت تقسیم کنیم یکی اونایی که جفتن و یکی اونایی که تکن آن پرد یعنی تک ها یا غیر جفت ها و پرت ها یعنی اونایی که جفتن یعنی هم سمت چپ بدن میده هم سمت راست اولیش میشه چی؟ میشه تنه سلیا دوم میشه اس یا سوپریور مزانتریک آرتری اینفریور مزانتریک هم پایینیش میشه خود تنه سلیاک ببینید اگر ناف رو اینجا ما فرض کنیم ناف رو اینجا فرض کنیم تنه سلیاک میاد قسمت بالای در واقع شکم رو خوندهی میکنه که شامل چیا هستن؟ اولین شاخش شاخه یه که اسمش لفت لفت گاستریک یک مقداری از مری رو خوندهی میکنه و میاد توی خم کوچیک مده و این قسمت رو خون میده دقت کنید بچه ها ما اینجا مده یا هر عضو دیگری رو باید خوندهی خوندهیش کامل باشه یعنی yani شاخه هاش کامل باشه و شما تمام ابعاد این عضو رو باید خوندهی کنید چون اگه خون ند... نداشته باشه اون قسمت مثلا فرض کنید فندوس خوندهی نداشته باشه خب نکروز میشه طبیعتا و مورد دوم این که ما اینها رو داریم میگیم که سر های جراحی شما اینها رو بشناسید مثلا یه زمانی دارن اسلیو میکنن مثلا اسلیو از این قسمت و دارن معده رو کوچیک میکنن بعد بدونید چه شاخه بریده میشه چیا هستن یعنی به درک بهتر جراحی شما کمک میکنه خب پس این شد خم کوچیک یه قسمتش از خم کوچیک و یه قسمتی هم از دیافراگم دیافراگم اصلی رو از توراسیک میگیره یعنی آورت توراسیک عمدش رو خونده میکنه شریان بعدی که از تنه سیلیاک میگیره اسپلنیکه خود اسپلنیک هم یک شاخه‌هایی ازش نشعت میگیرن یکیش چیه؟ یکی اینجا میشه چی؟ میشه دوم پانکراس ببینید اینجا پانکراس اینجا نیست نیستا پانکراس میاد اینجا حالا معده حالا توی خط وسط اینا رو گذاشتن کنار ایشون که راحت تر شما بتونید اینا رو متوجه بشید خب پس یه شاخه میده به دم پانکراس یه شاخه هم میاد میده به این قسمت که میشه شورت گاستریک برای کجاست برای فندوس معده و یه قسمت هم توی خم راست معده است که اینجا اسمش گذاشته لفت گاسترو اومنتال لفت گاسترو اپیپلویک هم ما میگیم توی ویدیوها و توی آناتومی و توی اطلس اگه شما نگاه کنین لفت گاسترو اپیپلویک همین لفت گاسترو اومنتاله یه قسمتی به اومنتومه و یه قسمتش هم به معده خب پس الان یه قسمت دو قسمت سه قسمت چهار و پنج فعلا مونده از معده خب یه قسمت دیگه ما داریم بهش میگه این سمت دیگه داره خوندهی میکنه به سمت کبد میره اسمش شریان کبدی هستش که الان ایشون میکشه و با هم دیگه میبینیم خب این دودنوم اگر باشه این کامن هپاتیکه یا شریان هپاتیک مشترک از این یه سری شاخه ها داریم یکیش چیه رایت گاستریک رایت گاستریک چی بود میاد با لفت گاستریکی که از تنه سلیاک خودش مستقیم گرفته بود ترکیب میشن و الان دیگه خمه خمه کوچیک معده اوکی دیگه یعنی همه چیش خونده کامله خب حالا در ادامه کامن هپاتیکو دیدید این یه سری های دیگه هم داره این خودش میره تا داخل کبد و یه شاخه های دیگه هم میده سمت پایین شاخه که میده پایین اسمش گاسترو دئودناله خب دوتا اسمش مشخص گاسترو که به معنی معده است دئودنال هم که به معنی دئودنوم یا دوازده است از این ورم یه شریان دیگه ادامه پیدا میکنه به اسم پراپر هپاتیک که این خودش دو شاخه میشه اینجا و به لبهای کبد به سمت چپ و راست کبد خون میده که از سمت راست این پراپر هپاتیک آرتری ما شریان سیستیک آرتری رو داریم همونی که ما توی کل سیستکتومی میاییم و اون رو کات میکنیم برای اینکه صفرا رو در بیاریم این مجرای صفراویه و این هم شریانش حالا به این شکلی که اینجوری اینجا کشیده نیست از این زیر میاد اما برای شکل درک شماتیکش بدونی که پس از پراپر هپاتیک آرتری میگیره این شریان سیستیک داکترو خب بیام سر گاسترو دودونال یه قسمتش رو میره برای سمت رایت گاسترو یا رایت گسترو اپیپلویک این میاد این قسمت و خم راست معده هم تکمیل میشه پس الان میبینه که کل معده خوندهیش کامل شده و دیگه چیزی نمونده ببینید رایت لفت شورت و رایت و رایت گستریک و لفت گستریک الان کل ابعاد معده خوندهی شده خب از همین و دودنال شاخه دودنالش میاد پایین و حالا اون معدهش دیگه رفت سمت معده اون شاخه دودنالش میاد پایین تر و خودش اسمشو میذاریم سوپریور پانکراتو دودنال خب اسمش مشخصه یک سرش میره به پانکراس و یه سرش هم به چی قسمت سوپریور در واقع دودنال یعنی بالا خب یه نکته بهتون بگم توی آناتومی ما هر موقعی که بحث سوپریور شد قطعا یه اینفریور هم داریم وقتی میگیم لف حتما یه رایت هم داریم یعنی نیستش که مثلا الکی بگیم سمت راست و سمت چپی وجود نداشته باشه اینجا الان ما گفتیم سوپریور پانکراتو دودنال قطعا یک اینفریوری باید در آینده داشته باشیم که اون هم جلوتر با هم دیگه خواهیم بید خب میام سر چی؟ میام سر سوپریور مزانتیک آرتری این میاد پایین تا ایلو سکال. یعنی تا این قسمت رشد میکنه یعنی طول داره خب از ایلو یک شریان داریم که میاد سمت آپاندیس رو میذاریم شریان آپاندیکولار این همون شریانیه که ما موقعی که میخوایم آپاندیس رو در بیاریم اینو کاتش میکنیم خب یعنی اینکه بدونید که از سوپریور مزانتریک میاد به ایلو, ایلو سکال و بعد هم آپاندیکولار شریانیه که به آپاندیس خون میده خب از همین شاخه ما یک سری شاخه های دیگری داریم که اولیش به سمت بالا هستش که بشه چی؟ حالا ایشون یک کیورد براش درست کرده که خیلی من زیاد بهش علاقه ندارم و کامل نیست بدون یه دونه ما اینفریور پانکرات و دئودنال داریم یه سوپریور رو شو داریم این اینفریورش از مزان سوپریور و مزانتریک میگیره که میره یه قسمتش به دئودنوم قسمت پایین دئودنوم و یه قسمتش هم به پانکراس خون میده بعدی چیه رایت کولیکه میدل کولیکه میدل کولیک یا کلون وسط منظورشون همون کلون سعودی هست که یکیش خودش میشه لفت و یکی هم میشه رایت یعنی سمت چپ و سمت راست یه دونه شریان دیگه هم ازش میگیره به اسم رایت کولیک ببینید رایت کولیک یه رایت کولیک داریم قطعا یه جای دیگر باید یک لفت کولیک هم داشته باشیم خود این رایت کولیکه میاد این وسط خودش میاد به سمت پایین و به سمت بالا که اسمشو میذاریم ascending descending ascending یعنی بالا رونده descending هم به معنی پایین رونده است خب در ادامه یه دونه دیگه ما شریان داریم که میاد به دادنوم و ججن... میاد به ججنوم و ایل خون میده پس یه نکته رو توی ذهنتون داشته باشید ببین اینو میبینید گفته بین دوازده تا هجده شاخه داره این ژژنوم و ایلوم شریان ژژونال و ایلال پس از سوپریور مزانتریک آرتری میگیره یعنی کل روده کوچیک رو این داره خون میده یادتون باشه شاخه هایی داره پس اگه بخوایم مثلا 10 سانت از روده رو در بیاریم 20 سانت از روده رو در بیاریم باید اونو بندازیم توی حالت نور چراغ سیالتیکمون و شاخه هاش رو پیدا کنیم و ببندیم از سوپریور مزانتریک خب این دیگه تموم شد میام سراغ inferior میزانتریک آرتری در مورد اینفریور میزانتریک آرتری یه دونه شاخهش به سمت پایین میاد و یک سوم ابتدایی رکتوم رو خون میده خوبه؟ یک سوم ابتدایی رکتوم رو یه شاخه دیگه داره به اسم این رایت بود حالا لفت این باز یه کیورد براش درست کرده من خوشم نمیده لفت کولیک بهش میگن یعنی به سمت چپ این هم خودش یه اسندینگ داره یه دیسندینگ خوبه؟ یه دونه هم دیگه داریم به اسم شریان سیگمویدال یا سیگموید آرتری که اگر یه زمانی ما اینجا ولولوس داشته باشیم یعنی پیچ داشته باشیم یکی از مناطق شایع و این یعنی شایع ترین منطقه که ما پیچ خوردگی رو در داریم توی قسمت سیگمویده باید بیایم و شریان سیگموید رو کات کنیم و سیگموید رو کات کنیم اینجا بیایم و این رو به این قسمت وصل کنیم خب بچه الان شما دقت کنید انگار یک حلقه ساخته شده اینجا ببینید انگار یک حلقه با همدیگه ساختن اینا اسم این حلقه اسمش مارژینال آرتری آف دروموند حالا دروموند احتمالا یک آناتومیس و یک جرایه شخصی بوده که این رو کشفش کرده یه حالا اسمش رو گذاشته یک شاخه است که میاد کل اینها رو الان به همدیگه وحش شده باشن ما این اسمش رو میذاریم مارجینال آرتری آف دروموند شما بگید حلقه دروموند هم شاید درست باشه خب ما الان اومدیم و سه تا ام... قسمتی که تک بودن یعنی تک شریان ها بودن سلیاک سوپریور و اینفریور مزانتری حالا یه چیزایی دیگه داریم جفتن یعنی هم به سمت چپ بدن میرن هم به سمت راست اینا تک بودن ها اینا تک تک بودن خودشون دیگه جفت نداشتن یکی به سمت چپ بره یکی به سمت راست جفت ها چی هستن اولیش مربوط به شریان های فوق کلیویه که میشه میدل سوپرا رنال سوپرا رنال به معنی بالای کلیه است میدل هم به معنی وسطه پس اینها میان و شریان فوق کلیوی رو تشکیل میدن این اسم شریان فوق کلیویه و قسمت میدل یا وسطش رو میدن پس ما زمانی که وسط داریم پس قطعا باید یه بالا و یه پایین داشته باشیم که در آینده اونها رو خواهیم داشت جف شریان بعدی شریان رناله یا همون شریان هایی که به کلیه خون میدن که اسمشون شریان های رناله و مستقیما از آورت دارن خون میگیرن اینها اینا همینان که خون زیادی به کلیه میبرن و خون آدم تصویه میشه از همین شریان های رنال ما یه شاخهایی داریم میره و اینفریور اینها یا پایین اینها رو خوندهی میکنه پس این دومین قسمتشون ببین اینفریور سوپرا رنال و یه شاخه دیگه میاد و پروگزیمال حالب ها رو خوندهی میکنه خوبه؟ از دوتا طرف حالا یه قسمت دیگه ادامه خواهد داشت این حالب ها که در آینده خوندهیش رو میگیم گنادال به معنی مربوط به جنسیت هستن در آقا و خانم فرق داره ما برای آقایون اسمشو میذاریم برای خانم ها اسمشو میذاریم اوواریان آرتریز پس میبینی که از خود آورت دارن خوندهی میکنن اینها، خون گیری میکنن شریان های تختانی و شریان های تستیکولار یا شریان های بیزه که اینها برای آقایون این آبیه و این هم اگر خانم ها باشه میشه برای خانم ها از همین شریان گنادالاری چه خانم چه آقا یک شاخه هایی میره سمت حالب چه چپ و چه راست این هم حالا چون اینها جلومون گرفته دیگه نمیشه اونور بکشه پس بدونید که قسمت میدل یا وسط اینها هم خوندهی میشه توسط شریان گنادال پس اگر یه زمانی ما خواستیم حالا بریم جلوتر این رو بگم بهتون ما بیم سر پرت ها یا جفت ببخشید اومدیم سر پریتال ها الان دیگه جفت ها هم تمام شدن شدن میدل و رنال و گنادال این سه تا جفت عروقی که از آورت میگیره حالا پریتال ها یا شاخه هایی که به سطح میان یکیش چیه؟ اینفریور فرنیکه اینفریور فرنیک داریم پس سوپریور فرنیک هم خواهیم داشت اما اون بالای دیافراگمه و توسط آورت توراسیک خونگیریم داره از همینای شاخه هایی داریم میان پایین و به سوپریور سوپررنال خون میدن سوپرارنال ها یا فوق کلیوی ها ببینید پس شد میدل سوپریور و اینفریور اگر همون نکته که خواستم بهتون بگم اگر یه زمانی خواستیم اینها رو در بیاریم طرف مثلا سندروم کوشینگ داشت یا یک مشکلات تومور فوق کلیوی داشت باید بیایم سه تا شریان رو کات کنیم یکیش از فرنیک فرنیک هر جای شنیدید منظور منظورشون دیافراگما فرنیک عصب فرنیک شریان فرنیک ربات هایی که بهش وصل میشه همش مربوط به دیافراگم پس یکی از شریان فرنیک گرفته یکی از مستقیم آورد گرفته و یکی هم از کلیه گرفته یه زمانی هم اگر خواستیم کلیه رو در بیاریم باید مراقب این قسمت باشیم باید بیایم از این قسمت کات کنیم بیایم از این قسمت کات کنیم مثلا از اینجا کات کنیم نمیتونیم کات کنیم چون که اون وقت اومدیم و سوپرارنال رو خوندهیش رو مختل کردیم یه پایینش خوندهی نداره و این دوشار نکروز میشه باید بیام از نزدیکترین قسمت به کلیه اون رو کات کنیم برای اینکه کلیه رو در بیاریم کاری به سوپرارنال ها نداریم ما توی نفرکتومی یا در آوردن کلیه خب دیگه چی میمونه؟ یک سری شریان هایی داریم که به کمر میرن از اینها هم برای پوست و ازوله عضلات حالا کمر هست و همینطور به نخا هم خونده می کنن به اسم میگن شریان های لومبار که اینها هم اون پشت هستن و دیگه شاخه های دیگری ندارن همینا هستن برای عضلات و عضلات و پوست و همینطور خود نخاع کمری خب دیگه چیزی نمیمونه امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید ویدیو خوبی بود و من همیشه هر موقعی که حالا یادم میرم معمولا این رو یک بار نگاه میکنم که اطلاعاتش تو ذهنم تکرار بشه و یادم بمونه موفق و معید باشید